سلام، من مرتضی کریمی هستم از وبسایت باگنامه.ir. توی این فیلم آموزشی میخوام بهتون یاد بدم چطوری بازی پابجی موبایل رو روی لپتاپ یا سیستم ویندوزیتون نصب و اجرا کنید. ولی قبلش میخوام بهتون چند تا نرم افزار پیش نیاز بگم که حتما نصب و آپدیت داشته باشید. اولیش نرم افزار دایرکت ایکس هستش. دومی درایور کارت گرافیکتون هستش که حالا اگه گرافیکتون انویدیا، اینتل یا AMD هست متناسب با هر کدوم که هست آپدیت و نصب باشه درایورش. سومی نرم افزار مایکروسافت ویژوال C++ هستش که حتما پیشنهاد میکنم همه این نسخه‌هاشو نصب کنین. آخری هم نرم افزار مایکروسافت نت فریم ورک هستش که اگه این نرم افزارا رو نصب داشته باشین توی اجرای اغلب بازی ها نرم افزارهای ویندوزی به ارور یا خطایی بر نمیخورید. ولی خب بریم سراغ نصب خود بازی. ببینید بازی پابجی موبایل یه بازی برای سیستم عامل اندروید و iOS. حالا ما میخواییم اونا روی ویندوز اجرا کنیم، به خاطر همین باید شبیه ساز نصب کنیم. ولی این بار سراغ نرم افزارهای شبیه ساز اندروید نمیدیم که سیستم عامل اندروید رو در اختیارمون قرار میدند و میتونیم مثل یه گوشی و تبلت اندرویدی باش ارتباط برقرار کنیم. بلکه میریم سراغ شبیه ساز گیم لوپ. این یه شبیه ساز برای اجرای بازی های استدیو تنسنت روی کامپیوترتون. توی گوگل سرچ کنید دانلود گیم لوپ براتون میاره. حتی اگه به انگلیسی هم سرچ کنید گیم لوپ براتون میاره. خب الان من میخوام مثلا دانلودش کنم. وارد این سایت میشم. همونطور که میبینید ارور داد. احتمالا فیلتره. فیلتر شکنم وصل میکنم. خب الان برام آورد. روی گزینه دانلود رایگان برای ویندوز کلیک میکنم. الان اینجا به ام میگه میخوایی مرورگر اوپرا رو نصب کنی، که میگم نه، همون گیم لوپ رو برام دانلود کن. دوباره روی دانلود میزنم. خب شروع به دانلود میکنم. ببینید یه نکته هست، این که موقع اجرای نرم افزار رو نصبش همینطور موقع بازی باید آنلاین باشید. حالا این که با فیلتر شکن آنلاین باشیم یا بدون فیلتر شکن، واقعیتش من چند بار تست کردم، بعضی وقتا با فیلتر شکن بود، بعضی وقتا بدون فیلتر شکن. این حالا بستگی به اینترنتتون داره و اینکه بازی از داخل کشور یا خارج کشور برای ما فیلتر باشه. به خاطر همین خودتون موقع نصب تست کنید ببینید مراحل کار با فیلتر شکن پیش میره یا بدون فیلتر شکن. الان من فیلتر شکنم رو قطع میکنم، تست میکنم. خب الان پنجره نصب نرم افزار که اومد دو تا گزینه داره. اینستال بزنین سریع نصب میشه میره، کاستومایز رو بزنید میتونید مسیر نصب بازی رو مشخص کنید، که من همین مسیر رو انتخاب میکنم. روی نصب میزنم، ثبت میکنیم که نصبش آنلاین باشیم تموم بشه. خب نصبش تموم شد. همونطور که میبینین دو تا گزینه داره، یکی استارت، یکی هم اد آیکون هست که آیکون شبیه ساز گیم لوپ رو روی دسکتاپمون میاره. روی استارت یا شروع میزنم، نرم افزار گیم لوپ برامون بالا اومد. الان اینجا داره یه چیزی دانلود میکنه، صبر میکنیم که دانلودش تموم بشه، بعد سراغ ادامه مراحل کار میریم. خب دانلود و نصب فایل های پیش نیاز خود نرم افزار تموم شد. همونطور که میبینید این نرم افزار یا شبیه ساز گیم لوپ برای من تمام صفحه اجرا نشد، به خاطر اینه که شاید لپتاپ من صفحش سایزش 13 اینچه، به خاطر همین شاید با این سایز
سازگار نیست، ولی مشکل نیست، بهتون یاد میدم چند دقیقه دیگه چطور این بازی رو تمام صفحه اجرا کنید. روی گزینه مای گیمز یا بازی های من کلیک میکنم، یه برنامه به اسم گوگل اینستالر هست، اونم روی دانلود میزنم تا دانلود بشه. صبر میکنم که دانلود و نصبش تموم بشه. خب دانلودش تموم شد، الان باید نصبش کنم. توی گزینه اینستال یا نصب کلیک میکنم. ببینید گوگل اینستالر در واقع میاد یه سری برنامه های پیش نیازی که برنامه های یا بازی های اندرویدی لازم دارن مثل گوگل سرویس رو نصب میکنم. خب نصب گوگل اینستالر هم تموم شد، الان بهمون داره میگه که شبیه ساز گیم لوپ رو دوباره راه اندازیش کنم. خب برای اینکه دوباره راه اندازیش کنم میبندمش، ولی خب در واقع هنوز بسته نشده، توی پس زمینه داره کار میکنه. میام از اینجا روش کلیک راست میکنم، دو تا گزینه داره به اسم ریستور و کویت، که کویت ها میزنم خارج میشه ازش. خب الان من میخوام یه کاری بکنم که این نرم افزار شبیه ساز روی لپتاپ 13 اینچی من تمام صفحه اجرا بشه، شاید هم نشه. این کاری که الان میخوام بکنم هیچ ربطی به مراحل نصب بازی نداره. خب دوباره شبیه ساز گیم لوپو اجراش میکنم. همونطور که میبینید نرم افزار شبیه ساز برای من تمام صفحه اجرا نشد، ولی موردی نداره، جلوتر بهتون میگم چطوری موقع بازی کردن تمام صفحه اجراش کنید. اینجا یه گزینه به اسم لاگین داریم، روش کلیک میکنم. میتونم به حساب شبکه‌های اجتماعی مثل حساب گوگل یا همون جیمیل یا حساب فیسبوکم وصل بشم. این در واقع مثل همون نرم افزار گوگل پلی گیمز توی اندرویده که بازی ها رو روی جیمیلمون ذخیره میکنه. میخوام الان وارد حساب گوگلم بشم. آدرس جیمیلم رو وارد میکنم. یه گزینه بعدی کلیک میکنم. الان باید پسورد یا همون رمز عبورم بزنم. خب همونطور که میبینید با حساب جیمیلمون یا همون حساب گوگلمون به نرم افزار گیم لوپ وصل شدیم. الان میخوایم بریم سراغ نصب بازی. توی بخش گیم سنتر یا مرکز بازی همونطور که میبینید بازی های مختلفی مثل کال آف دیوتی موبایل، فری فایر و پابجی موبایل و خیلی بازی دیگه هست که میتونید با شبیه ساز گیم لوپ نصب رو اجرا کنید. من چون توی این فیلم میخوایم آموزش پابجی رو بدیم، روی گزینه پابجی موبایل کلیک میکنم، بعد روی گزینه دانلود میزنم. یه نکته ای که باید بگم اینه که وقتی میخواین دانلود کنید بازی رو، مطمئن بشید که اینترنت دون سرعت خوبی داره و قطع و وصل نشه، چون اگه به مشکلی بر بخوره این شبیه ساز دوباره میخواد از اول همه چیز رو دانلود کنه، اینطوری حجم اینترنت دون رو فقط هدر دادیم. یکم میام پایین تر، اینجا سخت افزاری که لازم دارم و گفته توی قسمت مینیموم یا حداقل سخت افزار گفته که سیستم عاملمون ویندوز XP یا بالاتر باشه، CPU یا همون پردازندمون اینتل یا AMD حالا دو هسته ای باشه یا بالاتر، حداقل 2 گیگرم داشته باشیم، کارت گرافیکمون هم اینتل، AMD یا انویدیا باشه. توی سیستم پیشنهادی خود بازی هم گفته سیستم عاملمون ویندوز 7 باشه یا بالاتر، CPU یا همون پردازنده هم اینتل یا AMD باشه، کورای 5 یا بالاتر، 8 گیگ رم داشته باشیم یا بیشتر، گرافیکمون هم انویدیا یا
AMD باشه، مدل GTX 660 یا بالاتر. خودتون با توجه به سیستمی که دارید ببینید میتونید این بازی یا نصب و اجرا کنید یا نه، که علکی اینترنتتون و حجمش رو هدر ندید. صبر میکنیم که این فرایند دانلودش تموم بشه. خوشبختانه بدون هیچ مشکل خاصی فرایند دانلود بازی تموم شد. الان صبر میکنیم که بازیمون نصب بشه. اینجا هم نوشته اینستالینگ یا همون نصب شدن، در حال نصب شدن. توی این پنجره‌ای که برامون باز شده یه سری دکمه و گزینه می‌بینیم. همین دکمه سه تا خط زیر هم یا دکمه منو که اینجا می‌بینیم که یه سری تنظیماتی داره، توی قسمت سیتینگ که می‌زنم برای من کار نمی‌کنه، ولی مشکلی نیست. وقتی بازی رو اجرا می‌کنیم از همینجا منو رو انتخاب کنیم، روی بخش سیتینگ یا همون تنظیمات که بریم برامون میاد. اینجا یه گزینه داریم به اسم Run at Startup. این گزینه هایی که برداریم وقتی ویندوز اجرا میشه، این نرم افزار همراهش اجرا نمیشه که باعث میشه ویندوزمون سریعتر بالا بیاد. روی بخش انجین که میریم گزینه های مختلفی داریم که برای رندر کردن بازیه، که اینا روی حالت Smart Mode میذارم. بعد این تیکه این گزینه رو میزنم که از گرافیک جداگونه لپتاپ یا سیستممون استفاده کنه، یعنی الان از سیستم من که کارت گرافیک انویدیا داره از کارت گرافیک انویدیا استفاده میکنه، نه کارت گرافیک اینتل که همراه سی پی یو و ضعیفه. اینجا یه سری سخت افزار میاره که میخوایم به بازی اختصاص بدیم. اگه سیستمتون قویه میتونید اینا رو بذاریدش روی حد اکثر و گرافیک بازی میره بالاتر. الان مثلا اینجا این پرزه چقدر رم بهش اختصاص بدم، که من میذارم 4 گیگ رم بهش اختصاص بده، چند هسته سی پی یو رو بهش اختصاص بده که من میگم 4 هسته، رزولوشن یا همون وضوح تصویر بازی که من روی فول اچ دی میذارم، تراکم پیکسلی بازی هم روی 480 پیکسل در هر اینچ میذارم، میکروفونم گفته که میتونید انتخاب کنید برای اینکه مثلا صدا ضبط کنید، اسپیکر هم میتونید انتخاب کنید. من این تنظیمات رو انجام دادم، روی سیو یا ذخیره میزنم. گفته خب این تنظیمات که الان اینجا انتخاب کردی دفعه بعد که بازی رو اجرا کردی اعمال میشه. روی گزینه اوکی میزنم. اینجا الان بازی اجرا شده. به میگه که بازی پابجی موبایل اجازه دسترسی میخواد به حافظه، که روی اوکی میزنم، اجازه دسترسی بهش میدم. الان میخوام بازی رو تمام صفحه اجرا کنم. اینجا یه سری گزینه برام آورده که میگه با گزینه های مثلا WASD حرکت میکنه و مثلا با دکمه شیفت روی کیبورد سریع میدوه و همه این دکمه های کیبورد که باهاش کار میکنه. روی این گزینه فول اسکرین که بزنم میره روی حالت تمام صفحه. روی این گزینه که بزنم ویدیو ضبط میکنه. روی این گزینه که بزنم روی این کلیک کنم از بازی خارج میشه و همینطور گزینه های دیگه که میتونید تست کنید. مثلا این گزینه روش کلیک کنم بهم میگه که با چه دکمه هایی بازی کار میکنه، که کیبورد با این دکمه ها کار میکنه، میتونم با گیم پد یا همون دسته بازی هم درستش کنم. اینجا هم کنترل های پیشورز یا همون دکمه های پیشورز توی کیبورد بهم گفته که خودتون میتونید تغییرش بدید. من میبندمشون، بازی رو تمام صفحه اجرا میکنم. اینجا هم به میگه برای اینکه از حالت تمام صفحه خارج بشی دکمه F11 ها روی کیبورد بزن. خب میخوام وارد بازی بشم. تیکه این دوتا گزینه رو میزنم. یه گزینه مور یا بیشتر کلیک میکنم. میگه با چه عنوانی میخوای وارد بشی، کاربر مهمان یا با همون حساب گوگلمون از طریق گوگل پلی گیمز. که من روی گوگل پلی گیمز کلیک میکنم. صبر میکنیم که وارد بازی بشه. الان اینجا داره ازم میپرسه یه حساب جیمیل وارد کن.
اگه حساب جیمیل دارین که روی این گزینه بزنید، اگه ندارین روی گزینه نیو بزنید و یه حساب جیمیل بسازید. الان میگه آدرس ایمیل یا همون جیمیلم رو وارد کنم. روی دکمه بعدی کلیک میکنم، اینا روی اوکی میزنم. ثبت میکنم که به حساب جیمیلم وارد بشه، وصل بشه. یکم هم گفته طول میکشه، یه چند دقیقه گفته طول میکشه. خب به حساب جیمیلمون وارد شد. تیکه این گزینه هم برمیدارم چون بهم گفته که از طریق اخبار گوگل پلی به من خبر بدید. روی گزینه بعدی کلیک میکنم. خب بالاخره لودینگ هم بارگیری بازی تموم شد. الان دیگه داریم وارد بازی پابجی موبایل میشیم. صبر میکنیم که این قسمت هم تموم بشه. روی گزینه اوکی کلیک میکنم. وارد بازی پابجی موبایل شد. من قبلا چون بازی کرده بودم با شخصیت پیشورزم اومد. اینجا تنظیمات بازی قرار داره که روش کلیک میکنم. اینجا الان گفته به حساب جیمیلمون لینک شده که آیکونش هم اینجا آورده. توی بخش گرافیک که برم تونم گرافیک بازی رو تنظیم کنم که این دیگه بستگی به قدرت سخت افزاری سیستمتون داره. توی بخش کنترل هم که بریم میتونیم کنترل های بازی رو تنظیم کنیم، ولی من میرم توی همون بخش گرافیک بازی رو توی بیشترین حدی که اجازه میده تنظیم میکنم. روی دکمه اوکی میزنم. اینجا دوباره روی دکمه اوکی کلیک میکنم. الان از تنظیمات بازی خارج میشم. دکمه F11 ها روی کیبورد میزنم تا از حالت تمام صفحه خارج بشه. روی ضرب در یا همون کلوز میزنم تا بازی بسته بشه. برای اینکه بازی تنظیمات گرافیکیمون روش اعمال بشه میخوام دوباره شبیه ساز رو اجرا کنم. همونطور که میبینید اینجا گزینه آپدیت برای من توی گیم سنتر آورده که میگه بازی آپدیت کن. روش کلیک میکنم تا بازی آپدیت بشه. داره آپدیت بازی رو دانلود میکنه و بعد از دانلود کردن بازیمون آپدیت میشه. الان داره آپدیتی که چند لحظه پیش دانلود شده نصب میشه. صبر میکنیم که نصب اون آپدیت هامون تموم بشه، بازی دوباره اجرا میشه. اینجا داره از همون اجازه میگه که به حافظه دسترسی داشته باشه. روی اوکی کلیک میکنی، بازی رو تمام صفحه میکنی. الان بازی رو از حالت تمام صفحه خارجش میکنیم، از بازی خارج میشیم. شبیه سازم میبندیم، ولی شبیه ساز هنوز بسته نشده، ازش کلن خارج میشیم. دوباره واردش میشیم. توی بخش مای گیمز یا بازی های من که برید میبینیم که بازی پابجی موبایل اضافه شده. توی گزینه آپشن یا تنظیمات هم بزنید میتونید بازی رو حذفش کنید یا یه سری جزئیاتی از بازی نشون میده.
روی پلی بزنید دوباره میتونید برین داخل بازی. الان اینجا داره یه چیزی دانلود میکنه، صبر میکنیم که تموم بشه، بعد وارد بازی میشه. الان گفت که آپدیت کردن بازی هم تموم شد. دوباره روی این دوتا گزینه کلیک میکنم، روی گزینه مور میزنم، پلی گیمز رو میزنم، صبر میکنم که وارد بازی بشه. دوباره روی اوکی کلیک میکنم. خب بازی رو از حالت فول اسکرین در میارم، به خاطر همین دکمه F11 رو روی کیبورد میزنم. دکمه منو روش کلیک میکنم، میرم تو بخش ستینگ یا تنظیمات. بخش اولش که همون تنظیمات پایه بود و گفتم، بخش انجین هم گفتم، یه بخش جدید که با نصب بازی اضافه شده اینجا برای گرافیک بازیه، که توی گزینه اول میگه بازی با چه رزولوشن یا وضوح تصویری اجرا بشه، که پیش‌فرضش روی حالت 720p هست. میتونید روی 1080p بذارین و روی الترا HD یا همون رزولوشن 2K هم میتونین بذارین، فقط گفته کارت گرافیک GTX 1060 یا بالاتر داشته باشین. و گزینه آخری هم که داره گزینه کیفیت نمایش هست، که میتونید روی اوتوماتیک بذارین، ولی من روی HD میذارم که بالاترین حدش هست دیگه. این بستگی داره چقدر سیستم شما قویه، هر چقدر قوی تر باشه میتونید گرافیک بازی رو بالاتر ببرید. آخر بارم روی گزینه سیو یا ذخیره کردن میزنم. الانم به میگه این تنظیماتی که انتخاب کردی دفعه بعد که بازی رو اجرا کردی اعمال میشه. روی اوکی میزنم. همونطور که دیدید بازی PUBG موبایل رو بدون هیچ مشکل خاصی نصب و اجرا کردیم. امیدوارم شما هم مثل من توی نصب این بازی به مشکلی بر نخورید و این آموزش براتون مفید واقع شده باشه.